آینده اینا دیدم یه کلیپی در اومده از فردی که معروف استاد شجاییه خیلی این مذهبی قبولش دارن این آدمه متقبل قبل از اون درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران خیلی ممنون که این برنامه رو دنبال میکنید با پخش این برنامه رو اعصاب دشمنان ما پیاده روی میکنید و در سطح گسترده دارید کمکمون میکنید به خصوص کمک مالی که واقعا ما رو شرمنده کرده دمتون گرد. اما استاد اصلا کسی که آخونده نمیتونه استاد باشه اصلا کسی که اعتقاد داره به الله و محمد و اینکه محمد پیامبر خداست یعنی بیشوره استاد چی مثلا صرفاً کسی که من اسلام قبول دارم یعنی بیشوره اینتر همون شد دیگه استاد مستاد دیگه تعطیل میشه به صرف اینکه کسی اعتقاد به اسلام دارد بیشور است اون هم در اصل تکنولوژی یعنی اعتقاد داره که نمل از طرف یک موجودی به اسم خدا از آسمون اومده اونم بدون هیچ دلیل و سندی گفته که من طرف خدا اومدم دلیل چیه او دلیل اینه که جبرئیل بهم گفته جبرئیل کیه فرشته خداست میشه دیدش نه تموم شد رفت قضیه همه بچه بازی آقا قرآن فلان قرآن معجزه است معجزه است کتابی نداریم اینقدر چرند نوشته باشه و اینقدر قبولش داشته باشه معجزه است کل قرآن تو شورت منه کتاب دشمن شورت ماست پیام سیاسیه حالا این استاد جایی چی میگه این این دعوا به حجاب استاد پس تو استاد نیستی چون تو اعتقادات اسلامی داری حالا انقدر بیشوری میای دفاع میکنی از حجاب گوش کنی پیش از اون که به زنا بگید چرا پیش از اون که به زنا بگید چرا بی حجاب میشن مردا بی غیرت شدن مردا بی غیرت شدن نه اگه زنا که بی یعنی مردا با غیرت شدن چون نمیخوان زنشون رو اسیر یک پوششی بکنن که میدونن براش بیماری بیماری ایجاد میکنه شیعه و شیعه بی غیرتیش شیارتون باشه این که مرد مذهبی به زنش میگه هجاب بذار در حقیقت بی غیرت اداره آسیب به زن خودش میرسونه شیعه بی غیرتیش همون هر کد چه روز موسیقی حرام گوش به ناموسش بی بشه میگه فرمود کجا یکی از این امامای پوفیوزشون بعد خیلی جالبه نه کتاب کافی رو داره میاره جلد ششم صفحه 433 از همین کتاب کافی ما صد تا سند آوردیم همین پوفیوزه شیحه اشری گفتم ما قبول نداریم و فلان حالا که استاد شجایی از همون کافی در میاره اوکیه این هم خیلی جالبه همون سریال مختارشون رو از تاریخ تبری اومدن در آوردن شما پایانشو بخونید میگه آقا سریال مختار رو ما بخشش از کتاب تاریخ تبری در آوردیم اون اوکیه بعد که ما از همون تاریخ تبری بیاریم که آیش شیکسالش سالش بوده محمد پودوفیل گرفتتش میگن قبول نیست شیحه هست و این مارموز بازیهاش شیهه هست این انکارسازیهاش شیحه هست و این تضادهاش حالا میگه اینم منطق داشته باش فرمون هر این استاده استادی که اعتقاد داره کسی اگه چهل روز اندی گوش کنه چهل روز چه میدونم خاننده های لس انجلسی رو گوش کنه بی غیرت میشه نسبت به ناموسش دمتون گرم واقعا سطح منطق کمر منش این برک شد کمرم وای 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 لقمه حرام انسانو بی غیرت میکنه استاد والا به خدای ایران قسم لغمه حرام اینا رو نمیدونم ولی شیعه آدم بی غیرت میکنه مثل شما که 500 تا از مردم رو کشتن استاد شجایی ککت نمیگزه بی غیرت عالمی آقای شجایی پوفیوز بی شرف تو بی غیرت عالمی شیعه بی غیرتت کرده یه نظر بده در مورد حدیث نجفی یه نظر بده برای سائل شهیدی یه نظر بده 500 تا که کشتی بی غیرت ناموسش تو این کشور دولت های ما هیچ وقت نخواستن این مسئله رو حل کنن میخواستن میتونستن چطور تونستن کمربند رو اجباری کنن تطه آگاهی یک آخون بحث کمربند رو میکشونه به بحث هجاب باور نکردنی این صد از بیشوری بحث کمربند بحث یک پدیده مقرراتی راهنمایی رانندگی رو تا چجوری وصل کردی به یک مسئله ای که در چارچوب و کانتکس کرامت انسانی تعریف میشه چیکار میکنید شما با همینا رو میتونید با هم دیگه قاطی کنید ته منطقی نمیگه دولت ها اگر میخواستن قضیه حجاب حل میشه چطور ما تونستیم کمربند رو اوکی کنیم ولی حجاب رو نتونستیم ولی که کمربند یه بحث مقررات راهنمایی رانندگیه اینجا کانتکس کرامت انسانی و بحث اجتماع نمیتونی ببین شما آقای برژنسکی اون نظریه پرداز آمریکایی لهستانی چرا قشنگ 20 سال پیش پیش بینی کرده میگه آقا شهرسازی که بره بالا کارتون تمومه دولت ها نمیتونن چون اسلام در تضاد با مدرنیسمه مدرنیسم قاتل اسلام است اسلام اگر حیات داشته تو این 1400 سال همین 1400 سال اسلام نابود نشده بله بله به خاطر 1400 سال تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده تکنولوژی قاتل اسلامت است مدنیت پدر اسلام بربریت تو رو در میاره مدنیت یعنی شهرسازی شه، شهرنشینی شهرنشینی نابود میکنه 1400 سال که ببخشید شهرنشینی وجود داده شاید اسلام تا 2000 سال دیگه در بخشای از آفریقا زنده بمونه چون اونجا مدنیتش قوی نیست یعنی در جایی که مثل ایران مثل تهران و اینا مدنیت هرچی بالاتر میره اسلام نابودتر میشه و همین پایین شهر تا بالا شهر برو ببین اسلام وضعیتش چیه بالا شهر واقعی که مدنیت بیشتره کار اسلام تمومه سطح آگاهی این جماعت به خدا اسلام تا کلا اسلامو دارم میگم نه جمهوری اسلامی اسلام تا دو دهه دیگه تو ایران بیشتر دوام نمیاره کاملش یعنی بخوایم بگیم نه که مثلا بخشای از ایران توسعه نیافته مثل سیستان بلوچستان بمونه بله شما نگاه کنید تعصب به اسلام در سیستان بلوچستان و کردستان بعضا یه جایی بیشتره چون اونجا توسعه پیدا نکرده در جایی مثل اصفهان الان شمال اصفهانش قسمت پولدار نشین اصفهان عرض میکنم نه قسمت هومه یا در تهران اسلام ضعیفتر شده تموم شده سطح آگاهی طرف اینه در راهنمایی رانندگی چطور ماه زدن رو اجباری کردن چطور سیگار نکشیدن تو فضای عمومی رو تونستن اجباری کنن که میکشن مردم چرت میگه مسئله اجتماعی مثل آب خوردن میتونستن این قضیه رو حلش رو... مسئله اجتماعی رو مثل آب خوردن میتونستن این استاد پشم بغل منه زیر بغل کجا هست این استاد چیه چجوری به این بیشور میگیر استاد چجوری شما وارونه سازی میکنید قضایی رو نسل اجتماعی رو اتفاقا نمیشه به این سادگی حل کرد نخواستن به خاطر قدرت طلبی هاشون, هاشون، چاپلوسی از زنای بی حجاب کنن برای به قدرت رسیدن هاشون ای وای من تو که داری همون اعتراف رو میکنی میگی نخواستن به خاطر سودجویی به خاطر به قدرت رسیدنشون برای چاپلوسی از زنان بی حجاب برای که به قدرت برسن خب از زنان بی اینقدر در اینان زیادن این آقایون نماینده جمهوری اسلامی که میخواستن رئیس جمهور برای سودجویی و برای قدرت طلبی و برای چاپلوسی و برای به قدرت رسیدن نخواستن که جلوی بی حجاب وایسن پس این نشون میده آقا جامعه ایران جامعه بی است من نمیدونم و تو استاد شجاعی داری میگی اما میگن آقا ما ملت اینجا مم مملکت علی و رضا و حسین شرخر است از این وقتی که اعتراف میکنم میگن مسئول جمهوری اسلامی سر حجاب کوتاه اومدن برای که مردم بهشون رأی بدن یعنی <applause> <applause> چی خب اگه جامعه ایران شدیدن اسلامی بود که این آقایون برای سودجویی و چاپلوسی میومدن میگفت آقا برای اینکه بتونن چاپلوسی از زنان با حجاب کنن نه بی هجاب. چون جامعه اصلش با حجابه یعنی الان شرکت های هواپیمایی شرکت های دولتی نمیتونن به مهماندارشون بگن این وضع چه وضعی اینجوری داره میاد جلو مسافر حجابش هم اسلامی نیست بعد میره پشت بلنگومی از بانوانی که حجاب اسلامی تشکر اصلا مسخره است مسخره نیست چون بدنه جامعه بی است برای همون اون خلبا میگه آقا دمتون گم حجابتون رایت کنید چون تو موضع ضعف اسلام تو ایران تا نمیفهمی آقای استاد دولت ها نمیتونن زیر مجموعه خودشون درست کنن میتونن تو این چل سال اگه میخواستن میتونن ببین میگه دولت ها نمیتونن زیر مجموعه خودشون درست کنن یه اعتراف دیگه یعنی در مجموعه دولت ها چه دولت انقلابی چه غیر انقلابی بیهجابی موج میزند چرا ما وقتی که میگیم مدنیت یعنی شهرنشینی گسترش پیدا کنه اسلام نابود میشه چون اسلام یک پدیده ی غیر قانونی است فراقانونی است شهرنشینی تو مجبور میشی ضوابط و قانون قبول کنی قانون که بیاد وسط اسلام نابود میشه مثلا قانون آپارتمان نشینی دیدی که مثلا ایرانیا خیلی که خونه های کلنگی و خونه های قدیمی و اینا میومدن آپارتمان به مشکل میخوردن چرا چون تو آپارتمان باید قانون رایت کنی وقتی قانون رایت بشه اسلام ضعیف میشه اسلام یه چیز ضد قانونه چون قانون شهرنشینی نداره اسلام قانون قانون نداره اصلا اسلام قانون شریعت داره باید نباید های شریعتی داره ربطی به قانون نداره ولی شهرنشینی کار به قانون داره چرا اسلام نتونسته در قانون شهرنشینی دخالت کنه ولی که در 1400 سال پیش پدیده شهر وجود نداشته برای همین میگم تکنولوژی گسترش پیدا کنه اسلام نابود میشه دیگه اسلام درکی از برق درکی از موبایل درکی از سیستم حمل و نقل قطار هواپیما ماشین نداشته که بتونه براش برنامه داشته باشه برای همین نابود میشه رستم گناه همه این مفاسد گردن اونایی که عامل اصلی هستن اون کاری که در ملع انجام میگیرد در خیابان انجام میگیرد یک کار عمومی است یک کار اجتماعی خب خفش آقا من بخش اینو نمیخوام دیگه چیز کنم خامنه ای رو حسابی دیگه خجالتش در اینجا بحث من با این یارو مرتیکه شجایی بود که خیلی قشنگ اولش هم استاد شجایی بود. اسلام چرا غیر قانونی چون شما وقتی در امر به معروف در درکی نداشته دیگه از زندگی شهری محمد امر به معروف که داره یعنی تذکر به مردم تو خیابون این در همه جای دنیا غیر قانونی به این شکل پس یعنی یک فرد مسلمان که داره امر به معروف میکنه ضد قانون است اسلام روحیاتش و قوانینش ضد قانون است برای این بس بر اساس شریعته برای همین من دارم بهتون میگم که ما میگیم شهرنشینی باعث نابودی اسلام میشه چون آقای محمد درکی از شهر نداشته درکیه من چرا میگیم تکنولوژی درکی از تکنولوژی نشه حالا ایشون میگه دولت اگر میخواستن میتوانستن نمیتوانن عزیزم آیا شجای استاد هر چقدر زندگی بره به سمت شهرنشینی تکنولوژی و این موبایل های هوشمند یعنی پایان اسلام پایان نه تنها اسلام تمام باورهای ابراهیمیسم تمام باورهایی که وصل میشن به یک خدایی تمامید شما به خصوص اسلام که دیگه عقب افتاده ترین دین کره زمینه ببین شما انواع و اقسام دینا هست باورها، هست حالا ما که همه رو نخوندیم ولی خب با خیلی از اینا به واسطه اینکه در خارج از کشور زندگی کردیم در سوئد در کانادا الان در قناری و عقاید مختلف در حد یه کلامی یه چیزی بالاخره یه در حد ویکیپیدیایی بررسی کردیم شما گاف پرستای هندی اصلا آلت پرستای بر حال شرق آسیا هستن آلت میپرسن در تبت اینا بعضا بعضی ها هستن از این راهبه اینا دین آلت پرستی آوردن یا آلت مردونه میپرسیم یا آلت زنونه میپرستیم بسیار منطقی تر و انسانی تر از اسلامه اسلام کارش تمومه قرون شکلت برم حالا تو بگو چرا دولت ها نتونستن نمیخواستن نه ازم. اسلام در تضاد با فطرت انسانه اینکه انسان ها میل به بیهجابی دارن برای که در فطرتشونه اینکه انسان نمیتونه با خوش فکر میکنه چرا من باید چادر بزن و نمیذاره چون ضد فطرته تمام مسائل اسلام ضد فترت انسانها هست برای که شما در درجه اول به چند دلیل اسلامتون نابوده چون شما ضد فطرت انسانید شما ضد قانون هستید شما ضد شهرید ضد تکنولوژی هستید چون درکی از این قضايا نداشته محمد حالا این پدیده هایی که وجود اومده داره دونه دونه استخون های اسلامی تو خورد میکنه حالا برید بالا بزنید پایین بزنید بالبال بال بزنید چی شد آقا چی شد گرفت تو مملکت ما ملت ما این سطح بی هجابی ها در اومد هیدر 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 هی چی شد تامون فاتی چی شد هیدر چادر زینم چی شد چه مسلون گریه گر... گر کنید آقا گریه کنید چادر زینم چی شد حالا هی بزنید تو سر خودتون آبش گرفتن چلو شد درکی ندارید از قضا دیگه یارو نظریه پرداز آمریکاییه نگاه کن تا چه 20 سال پیش شما رو میشناسه میگه اگه ایران گرایان کمک این عقب افتاده ها نکنه اینا کارشون تموم به خود به خود خود به خود میفتن برای که ایران به سمت شهرنشینی داره میره شهری جوونا دارن اه همون آهنگا و همون سبک زندگی رو میکنن که تو دنیایی مدرن و زنانشون هم دارن آقا تحصیل کردن زن یعنی نابودی اسلام برای چی آقای خمینی ضد تحصیل زنان بود چرا الان طالبان ضد تحصیل زنانه چون میفهمه دیگه زن تحصیل بکنه دیگه زیر بار مرد سالاری اسلامی نمیره که دیگه من مرد مسلمان نمیتونم به این زن تو سر این زن بزنم که زن میره پارم میکنه برای همین اسلام در تمام زمینه ها تحت فشاره برای همین اصلا یکی از دلایلی که طالبان مایل نیستش که بره سمت شهرنشینی نشینی مایل نیستش که افغانستان رو به روز و مدرن بکنه چیه یکیش همینه چرا اسلام در افغانستان قدرت بیشتری داره برای افغانستان فضای کشور هنوز به مدنیتی که باید نرسیده بربرن هنوز روستاییان هن. برای همین اسلام اونجا قدرتش بیشتر حیاتش قوی تره مثل چیز دیگه شما گوشت وقتی که بذارید در معرض آفتاب تو جایخی نباشه این فضا رو آماده میکنه که گوشت فاسد بشه دیگه دقیقه فاسد میشه حیات بعد شما مگس و اینا میان روش میشینن حیات این و اینا روی اون گوش اینه که این گوش توی جای سرما نیست اسلام حیاتش چیز همینه حیات اسلام در جای فاسد است مثل اون مگسی که میاد رو فا... چیزای مواد فاسد میشینه اسلام در جایی میشینه که اون فضا مهیا باشه. اون فضا چیه؟ روس شهر عدم شهرنشینی، روستانشینی و غیره. اسلام حیاتش در زمانیه که جاهایی که عقب افتاده باشن. مثل بعضا برخی از کشورهای آفریقایی. مثل سومالی، اسلام در سومالی قویه. ببین شما مردم سومالی چقدر اسلام اسلام میکنن که سومالی بربر است، سومالی خراب است. افغانستان خراب است. بخشی از عراق چون خراب است، اسلام اونجا قویتره مناطق مرکزی و بالا یه خود به مناطق بهتر بغداد مسئله اسلامی کمرنگتره مردم یه سبک سکولار دارن زندگی میکنن یه خود کم میشه در دمشق اسلام ضعیفتر است چون دمشق یک شهر بالاخره خوبیه در شهر ترتوس در شهر لازقیه که یه خورده به سوایل شرقی مدیترانه میخوره وضعیت اسلام کم است ولی وضعیت اسلام در شهر ادلب پررنگتر از ادلب سوریه چرا چون اونجا وضعیت مقدار بیابانی تر یه خود چیزش دور از اون سوایل شرقی مدیترانه هم هست اونجا قوی تر میشه در خود ترکیه هم همینه در ترکیه شما در آنتالیا استانبول اینا وضعیت در آنکارا وضعیت اسلام ضعیف تر است ولی شما برو شهرهای دیگه ترکیه آقا اصلا پوشش رو نگاه کن زنه از اینجا پوشیده تو نوکپا، پا تو نوک پا تو پاشو نمیتونی ببینی ولی برو استانبول نگاه کن وضعیت متفاوت میشه از هر چقدر شهر نشینه قوی تر باشه اسلام ضعیفتر، قوانین اسلام ضعیفتر، حجاب هجاب اسلامی ضعیفتر. هر چقدر به سمت روستایی و عقب افتادگی و واپسگری و بیابون نشینی بریم اسلام قوی تر این واقعیت ماجرا شما میبازید بازی رو بازی رو باختی چون جامعه ایران رفته به سمت مدرنیسم و تکنولوژی بازی قطعا می بازید جایی خاک بر سر خاک خاک بر همینجوری اصلا خاک بر سر اهل بیت عاشقتونم قربونتون برم هیدر هیدر تو مونه فاتی هیدر hey عاشقتونم بدرود واقعا دیگه <applause>